سلام سهشنبه 29 دی ماه 88 19 ژانویه 2010 میلادی در مورد هفت موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول جلسه اول دادگاه فرمایشی و واقعا رسوایی است که دیروز به ریاست آقای سلواتی برگزار شد نکات جالبی در حاشیه این دادگاه هست و اونی که قاضی به خبرنگارا گفته که حق ندارن اسم متهمین رو بنویسند دادگاه برای پنج نفر برگزار میشه که حتی جرأت نمی کنند اسامیشون رو اعلام کنند نکته دوم این است که متهم ردیف یک فردی است که خودش هم اصرار میکنه و میگه که معتاد تزریق آمپول بوده به اصطلاح آمپولی بوده از شدت اعتیاد و در واقع خودش هم میگه که گویی در دام یک تشکیلات وزارت اطلاعات ساخته جعلی به نام مجاهدین خلق بوده چون وقتی میاد خونه پنج دقیقه بعد میان دستگیرش میکنن و بارها و بارها هم تاکید میکنه که هیچ ارتباطی با سازمان مجاهدین خلق نداشته و به نظر میرسه سناریوی رسوایی که در این دادگاه میخوان مطرح بکنن سناریوی بسیار نخنمایی که بگن این مثلا حرکت بزرگ مردم در روز آشورا یا در روزهای دیگه به این سازمان کوچیک یا اون یکی سازمان رب داره به قدری دست پاچه و به قدری شتاب زده و فرمایشی از آب در اومده که حتی ظاهرسازی مناسبی هم در دادگاه نداره و تناقض ها و انکار کسایی که آوردن در دادگاه تا الان متهم ردیف یک و دو که حرف زدن حتی این سناریوی از پیش ساخته رو هم گردن نگذاشتن و نشون دادند که قبول ندارن به هر صورت همونجور که قبلا هم صحبت کردیم این روش ها که استادش امثال استالین بود و خیلی خیلی بهتر از این آقایون اجرا می سالها پیش این روش های رسوا به خاک سپرده شده و قصد این آقایون از این کارها این است که بلکه بتوانند مردم رو بترسونند و گام اونها رو شل بکنند مطلبی که خودشون هم میدونند بی و جنبش از این مراحل رد شده در مراحلی که جنبش خیلی نوپاتر از این بود و تهدیدهای بزرگتر از اینم کردند مردم رو کشتند شهدای رو روی دست جنبش گذاشتند بزرگانی رو زندان کردند و عزیزانی رو در زندان ها کشتن تجاوز کردن رعب و وحشت ایجاد کردن جنبش تونست اون مراحل رو پشت سر بگذاره و با قدرت رشد بکنه چه برسه امروز که این قبیل مانورهای شکست خورده بسیار بسیار, بسیار کوچکتر از اونه که بتونه جلوی جنبش رو بگیره نکته دومی که میخواستم بگم این است که روز گذشته صدها نفر از خانواده های زندانیان سیاسی جلوی دادسرای میدون ارک در تهران تجمع داشتن دادگستری استان تهران نزدیک بازار بسیاری مردم به اونها پیوستن دورشون جمع شدن نیروی انتظامی هم بود اما کاری نمیتونست بکنه و علا رغم سردی هوا تا پاسی از شب خانواده های زندانیان سیاسی تجمعشون رو ادامه دادن به هر صورت باز کردن جبهه های جدید غیر از مادران داغدار خانواده های زندانیان کارگران دانشجویان که با جونفشانی جبهه بزرگی رو باز کردند و سایر اخشار مختلف این مسیری است که کودتاچی ها رو در مقابل جبهه های متعددی قرار میده که به سرعت اونها رو فرسایش میده و بیش از پیش رسواشون میکنه کمک به خانواده های زندانیان سیاسی و تجمعات پی در پی اونها یکی از اون کارهای خوبی است که هم کمک میکنه به زندانی ها هم به فرسایش کودتاچی ها و هم به جلب حمایت هرچه بیشتر اخشار مختلف مردم نکته سوم مسئله حذف بازی های اسلامی کشورهای اسلامی از ایرانه که ابتدا قرار بود در مهرماه برگزار شه ولی حکومت ایران به تأخیر انداخت هم به دلیل ترس از جنبش سبز که استادیوم ها رو سبز میکنه و هم دعوایی که بر سر نام خلیج فارس روی مدال ها و روی بازی ها بود در واقع ظاهرا ایران قول داده بوده که با تاخیر انداختن این کار را حل خواهد کرد و رضایت خواهد داد به اینکه نام خلیج به جای نام واقعی که خلیج فارس نوشته بشه اما از ترس مردم جرأت نکرده و به این ترتیب بالکل برگزاری بازی ها در ایران منتفی شده نکته چهارمی که میخواستم بگم گزارشی است که از وضعیت سلامتی نگران کننده آقای دکتر یزدی از بی زندان گزارش شده و اسباب نگرانی همه رو فراهم کرده برای اینکه آقای دکتر یزدی با 79 سال سن هم از بیماری سرطان رنج میبره و هم از بیماری های دیگه سخت محتاج مراقبت های دقیق پزشکی است و خانواده آقای دکتر یزدی و همه دوستان ایشون نگران سلامتی این سیاستمدار قدیمی ایران هستند به همین دلیل نگرانی برای حال آقای دکتر یزدی رو خواستند که از سازمان های بین المللی سازمان های حقوق بشری کمک گرفته بشه و به حکومت ایران فشار بیاد برای اینکه آقای دکتر یزدی رو به بیمارستان تحت نظر پزشک منتقل بکن نکته پنجمی که میخواستم بگم این است که روزنامه از سیاسه کویت نوشته که تعدادی از نمایندگان مجلس و افسران اطلاعاتی و منصوبین وزارت اطلاعات ایران دنبال مذاکره با پاره کشورها برای اخذ پناهندگی هستند همینطور همین روزنامه خبر داده که چهار افسر اطلاعاتی رژیم ایران از طریق عراق به ایتالیا پناهنده شدند به هر صورت این روند که روزنامه از سیاسه خبر داده مدتی است که آغاز شده و اخبار دیگه هم در این ردیف ما داریم مثل اینکه پاره ای از مسئولین حکومت در کشورهای غربی برای خانواده هاشون دنبال دست و پا کردن جا و مکان و خرید محل و اینها هستند و مطلبی است که از این به بعد بیشتر باید منتظر این جور اخبار باشیم به خصوص پیش بینی من این است که بعد از حرکت بزرگ مردم در 22 بهمن که این تیغ زنگ زده خشونت ورزی حکومت هم خواهد شکست قطعا این آهنگ تشدید خواهد شد نکته شیشومی که میخواستم بگم این است که یک شنبه شب در زندان گوهردشت کرج دو نفر از زندانی ها به دلیل بدرفتاری های نگهبان ها و پاسدار هایی که اونجا بودند، اونها رو خل اصلاح کردن و به دنبال اون زندانی ها شورش کردن و چندین ساعت کنترل زندان به دست زندانی ها بوده به هر صورت بدرفتاری در این زندان با زندانیان و فشار و آزار و اذیت از مواردی است که اسباب نگرانی است و از این حیث زندان گوهردشت کرج یکی از بدنامترین زندان های کشور اما نکته آخری که میخواستم بگم راجع به 22 بهمن و اون هفته است که بچه ها به درستی اون هفته اون یا اون دهه رو دهه مقاومت مدنی اسم گذاری کردن تا الان به نظر میرسه چیزی که همه بر سرش توافق دارن و فعالین همه روش پافشاری کنند برگزاری اربعین شهدای آشورای ایران همزمان با اربعین حسینی روز جمعه 16 بهمن ماه که دو روز هم بعد از اربعین آقای منتظری است و مراسم الله اکبر گفتن چهار شب 21 بهمن ماه و حرکت در روز 22 بهمن در مسیرهایی که در سراسر کشور خود حکومت ناچار اعلام بکنه مثل مانوری که ما در روز قدس داشتیم و بلد هم شدیم که چجوری صفمون رو ضمن حضورمون از صف حکومتی ها جدا بکنیم به هر صورت راجع به اربعین نکته ای که فقط من میخواستم بگم این است که بعضی ها پیشنهاد کردن میتونیم بریم توی خیابون تظاهرات بکنیم و امثال این آکسیون ها که طبیعتا من نمیتونم بگم برای بر اینکه بسته به جای شما مکان شما شهرتون و امکاناتی که دارید تصمیمگیری رو خود فعالین میکنن به بهترین نحو اجرا کنن اما نکته که فقط میخواستم بگم این است که در اربعین ده ها ساله که صدها ساله که مراسم سنتی ما داریم مثل اینکه نظری مردم میدن یا به دیدن همدیگه میرن یا تجمعاتی در پایه، پاره تکایا و مراکز مذهبی دارند این خودش محمل خیلی خوبی است که ما میتونیم ازش استفاده کنیم و به اصطلاح سبزش بکنیم و یاد شهدامون رو گرامی بداریم تاثیرش هم کمتر از رفتن توی خیابون نیست بزرگداشت شهدای آشورای ایران در این روز کاریست که از ابزار موجود هم میشه ازش استفاده کرد تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به امید پیروزی ایرانویدن